خداورز، سلام عصر بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی آریانا نیوز. لحظه من مرتضی دانش با سایر همکارانم در بخش تکنیک و تصویر در خدمت شما ایزان است. امید که مثل همیشه با ما همراه باشید. ابتدا خبرهای ورزشی. آمادگی ورزشکاران افغانستان برای حضور در المپیک ساحلی آسیا. کمیته المپیک بین المللی افغانستان از آمادگی 8 فدراسیون ورزشی کشور برای حضور در پنجمین المپیک ساحلی آسیا خبر داد. پنجمین دوره رقابت‌های المپیک ساحلی آسیا سوم تا دوازدهم ماه میزان سال جاری در سواحل دنانگ کشور ویتنام با حضور ورزشکاران 45 کشور آسیایی در 22 رشته ورزشی برگزار می شود. ورزشکاران افغانستان در حالی برای این رقابت ها آمادگی گرفتند که هنوز دولت وحدت ملی هیچ گونه حمایت مالی از آنها نکرده است. 8 فدریشنی که خودشان با امکانات شخصی خود، با توانمندی های فیزیکی خود، با تشویق خانواده های خود، با زحمات شب و روزی فدریشن و مربی های خود تانستن که در این مسابقات حضور پیدا بکنن و دست پنجه نرم بکنن. در حالی که هفته پایانی رقابت‌های پارالمپیک در برزیل در جریان است، رکابزن پارالمپیکی ایران در جریان برگزاری بازی‌های پارالمپیک ریو درگذشت. بهمن گلبار نژاد، دوچرخه سوار پارالمپیک ایران که در رقابت‌های جاده بامداد امروز به دلیل سانحه از دور رقابت‌های این رشته کنار رفته بود، درگذشت. گلبار نژاد در میانه راه مسابقات جاده رشته دوچرخه سواری بازی های پارالمپیک 2016 ریو در یک شیب خطرناک دچار حادثه شده بود. دلیل فوت دوچرخه سوار 48 ساله ایرانی شکستگی از ناحیه گردن عنوان شده است. و اما موضوع ورزشی امروز ما اختصاص داره به رشته کوهنوردی، رشته المپیکی که در افغانستان با وجود طبیعت سرشارش با محرومیت‌های بسیار زیاد روبروست. امروز با همکارانمون در بخش هرات ارتباط را برقرار کردیم و با عامر فدراسیون کوهنوردی ولایت هرات بحث و گفتگوی داریم در خصوص وضعیت این رشته در ولایت هرات و وضعیت ورزشکاران این رشته در شهر هرات که بر صورت با چه مشکلات و چه وضعیت روبرو هستن. آقای محمد صدیق جامی، سلام و درود خدمت شما. از اینجا شروع میکنیم که آیا شما برنامه هایتان را میتونین هر ساله با وجود مسائل امنیتی و مشکلاتی که هنوز رفع نشده، بالاخص مسئله ماین های فرش شده که در دوران جنگ ها در کوه ها باقی مانده، آیا برنامه هایتان میتونین درست پیش ببرین؟ این مشکلات حل شده برای شما، یعنی هنوز هم با این مشکلات شما دست و پنجه نرم میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای دانش و همچنین بینندگان عزیز تلویزیون آریانا در هر جایی که هستن عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام. باید عرض برسانم که تیم کوهنوردی ولایت هرات و همان فدراسیون کوهنوردی ولایت هرات در سال 1384 تأسیس شد و از او زمان تا فعلا اعضای این تیم هر هفته به کوهنوردی خود ادامه میدن، به این تفاوت که در سالهای اخیر به خاطر مشکلات امنیتی که در مناطق کوهستانی ولایت هرات وجود داره، ما فعالیت های ما کمتر شده. بسیار خوب. طوری که خود شما هم در جریان هستیم، لازمه ورزش کوهنوردی مناطق کوهستانی هست که مناطق کوهستانی هم در اطراف هرات که در جنوب قرار داره ناامن می باشد. بسیار خوب. آقای جامی، در خصوص وضعیت ورزشکارا بگین، از لحاظ امکانات ورزشکاران شما در چه سطح هستن؟ تو چی اندازه حمایت میشین از ریاست مرکزی فدراسیون کوهنوردی افغانستان در خصوص تجهیزات، در خصوص دوره های آموزشی که بسیار نیاز است برای کوهنوردان؟
دوره که شما هم در جریان هستید، کوهنوردی یک ورزش کاملا جدی و تکنیکی هست و نیاز به آموزش های جدی داره. از زمانی که ما فعالیت ورزش کوهنوردی را آغاز کردیم تا کنون از طریق هیچ یک از ادارات دولتی یا فدراسیون مرکزی کوهنوردی در کابل به ما کمک صورت نگرفته، نه از نگاه تجهیزاتی و نه از نگاه فنی. تجهیزات ناچیزی هم که ما در اختیار داریم بچه های تیم از هزینه شخصی خود تهیه کردن و حدود 2 سال قبل بود که 3 نفر از کوهنوردهای سوئیسی به هرات آمدن که اونا یک مستندی هم از ورزش کوهنوردی هرات تهیه کردن و اونا یک مقدار تناب و صندلی و تعداد کفش و همچنین تناب را به اختیار اعضای تیم ما قرار دادن که همه دست دوم و مستعمل بود. میباشن چقدر ورزشکار میاره در رشته کوهنوردی در فدراسیون کوهنوردی ولایت هرات ثبت راجستر هستن و آیا این تعداد نسبت به سال 84 تا به حال افزایش پیدا کرده؟ آیا دارای نوسان بوده؟ باید عرض برسانم که متاسفانه خیر، تعداد اعضای ما نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا نکرده به خاطر مسائل امنیت ناامنی که خدمت شما قبلا عرض کردم. اگر امنیت در افغانستان سراسری بشه به شما قول میدم که ورزش کوهنوردی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد، چون قبلا هم گفتم که لازمه ورزش کوهنوردی کوهستان هست که ما متاسفانه از رفتن به کوهستان ها در اواخر محروم شدیم. طی 2 سال اخیر تعداد افرادی که به کوهنوردی می آمدن خیلی کاهش پیدا کرده. خب آقای جامی، ما بیشتر قله های مرتفع افغانستان را که اگه بخوایم مشاهده کنیم در سمت شمال و شمال شرق افغانستان است، در رشته کوهی که در بدخشان هست و یا بر صورت رشته کوهی بابا که در سمت بامیان است. چقدر سفر داشتین به این رشته کوه ها؟ چقدر در این کوه ها قله ها را پیمودین و بلندترین قله ای که کوهنوردان شهر هرات فتح کردن کدام قله بوده؟ باید برسونم که متاسفانه اعضای تیم ما تا کنون موفق نشدن که به خارج از ولایت هرات سفر داشته باشند و کوههای شمال کشور صعود بکنن. طوری که خودتان میدانید بلندترین کوه قله کوه در بدخشان واقع است که نوشاخ نام داره و با ارتفاع 7492 متر از سطح بر ارتفاع داره. اعضای تیم ما همیشه آرزوی دارند که اوضاع مساعد بشه و بتونن که قله‌های مرتفع کشور فتح بکنن. خب ولایات بدخشان و ببخشیم سوال اخیر شما رو متوجه نشدم. ولایت بدخشان، من مسئله بلندترین قله رو اول براتون گفتم که بلندترین قله‌ای که کوهنوردای ولایت هرات فتح کردن کدام قله بوده؟ ضمنی پاسخ به این سوالی که بدخشان و همچنین ولایت بامیان که کوههای بلند را داره و طبیعت بسیار بکر داره برای کوهنوردی، بر صورت لحاظ امنیت آنقدر دچار مشکل نبودن و در سالهای گذشته تا کوهنوردای خارجی آمدن و کوهنوردای از خارج از کشور آمدن و او قله ها را فتح کردن. آیا مسائل مالی و مشکلات مالی باعث شده که شما به قله ها نه این سفر نداشته باشین یا موضوعات دیگه ای که بر صورت ما در جریانش نیستیم؟ باید عرض برسانم که در قدم اول مسائل امنیتی هست و بعد هم مسائل مالی هم که خیلی مهمه در رأس قرار داره و از نگاه مالی هم اعضای تیم کمبود دارن، مشکل دارن و باید از طرف فدراسیون مرکزی کوهنوردی در افغانستان حمایت بشن، کمک بشن که بتونن قله های بلند در ارتفاعات شمال افغانستان صعود بکنن. طوری که خود شما هم در جریان هستین، کوهنوردی
هزینه‌های بسیار لازم داره که صعود به قله‌های مرتفع، هم از نگاه تجهیزات و هم از نگاه مالی. بسیار خوب، آیا شما تقاضا کردین برای فدراسیون مرکزی که برای شما امکانات ندادن؟ بلندترین قله هایی که در هرات خدمت شما عرض کنم که سال 84 که ما فدراسیون کوهنوردی در هرات تأسیس کردیم، متاسفانه در کابل فدراسیون مرکزی کوهنوردی هنوز تشکیل نشده بود. یک سال بعد از اینکه ما به کابل سفر کردیم گفتن که هنوز فدراسیون تشکیل نشده، تأسیس نشده. ما به خاطر ثبت فدراسیون هرات رفته بودیم و بعد فدراسیون در ریاست المپیک هرات ثبت کردیم و بعد از اون که فدراسیون در کابل تشکیل شده، اونا تا کنون به ما تماس نگرفتن و اونا هستن که باید ما تحت پوشش قرار بدن، با ما تماس بگیرن و ما کمک و حمایت کنن. خب آقای جامی، شما مسئله ای که شما گفتین که سال 1384 در حال فدراسیون کوهنوردی ولایت هرات فعال ساختین که هنوز فدراسیون ملی درست نشده بود، چطور باز فعالیتاتون رو پیش بردین؟ به هر صورت بعد زیر نظر فدراسیون ملی کار میکردین، چرا اون وقت خودتان بنیانگذار فدراسیون کوهنوردی افغانستان نشدین، نیامدین همین فدراسیون رو به صورت ملی نساختین و بعد از یک سال منتظر نشستین که در مرکز حتما یک نفر کار رو انجام بده تا اینکه شما زیر تحت اثر او قرار بگیرین؟ اگر راسته بخواهیم، ما در اون زمان بیشتر به فکر ورزش بودیم تا ثبت فدراسیون و تشکیل فدراسیون مرکزی کوهنوردی و یا ما ای که در رأس قرار بگیریم، بیشتر به فکر ورزش بودیم. بعد از چند سال آمر ورزشی وقت ولایت هرات آقای جامی به ما پیشنهاد داد که شما باید ثبت کنین فدراسیون و ما به درخواست از اونا ای کار کردیم و در ریاست تربیت بدنی هرات فدراسیون را ثبت کردیم و اونا گفتن که بعد از تأسیس فدراسیون مرکزی کوهنوردی در ولایت کابل شما هم در اونجا ثبت و راجستر میشین. بسیار خب، پس یعنی شما بر صورت یعنی پیش از اینکه فدراسیون ملی تشکیل شود فدراسیونتان را بنیانگذاری کردین بدون اینکه اطلاع داشته باشین از اینکه فدراسیون ملی در رشته کوهنوردی تأسیس شده. خب بسیار خب، میگذاریم از این قضیه. کوهنوردی فقط مسئله کوهپیمایی و همچنین فتح قله ها نیست، مسئله صخره‌نوردی هم هست، یکی از رشته‌های خاص هست. تا چه اندازه روی صخره‌نوردی در ولایت هرات کار شده با وجود این مشکلاتی که شما بیان کردین؟ آیا روی صخره‌نوردی هم فکر کردین؟ چرا که یکی از رشته‌های جذاب و همچنین خیلی علاقمند درش زیاد هست در رشته صخره‌نوردی، تا چه اندازه به این رشته فکر کردین، به این بخش از شعبه، از جمله شعبه‌های کوهنوردی؟ بله، ما در کنار کوهنوردی برشته جذاب صخره‌نوردی یا همان سنگ‌نوردی هم فعالیت میکنیم و همون کوهنوردان سوئیسی که قبلا خدمت شما عرض کردم و که هم مستندساز بودن، دو سال قبل آمدن هرات، از صخره‌نوردی مستند تهیه کردن از تیم ما و متاسفانه صخره هایی که در هرات وجود داره در کوه چلمستان رباط‌پی واقعه در جنوب زندجان هرات که 50 کیلومتر از شهر هرات فاصله داره. بسیار خوب، بسیار تشکر. و خواسته ایتان از مسئولین مرکز چیست؟ بر صورت خانم صدیقه نورستانی رو ما امروز تماس گرفتیم، میخواستیم که در برنامه داشته باشیم اما تلفن خود جواب ندادن، رئیس فدراسیون کوهنوردی. اگر صحبت دارین با اونا و خواهش دارین میتونین در برنامه ما بیان کنین که اونا هم بیننده و شاهدش باشن و بر صورت در آینده فکر کنن به حال شما در ولایت هرات. بله، ما از خانم نورستانی خواهشمندیم که به ورزش کوهنوردی هرات توجه کنن و اگر در توان دارن به چای تیمر از نگاه تجهیزات کوهنوردی کمک کنن که بتونن به ورزش و تمرینای صخره‌نوردی ادامه بدن. آیا کدام دوره آموزشی هم در سالهای گذشته شما در طول حدوداً 11 سالی که سپری شد از افتتاح
فدراسیون شما در هرات داشتین از طرف فدراسیون مرکزی یا خیر؟ اگر نداشتین آیا تقاضا ندارین از اینکه یک دوره آموزشی برای ورزشکاران شما در رشته کوهنوردی در هرات برگزار شود؟ بله، چرا که نه. ما هر ارگان و هر سازمانی که خواسته باشه دوره آموزشی برای ما برگزار بکنه برای بچه های تیم، ما با کمال میل استقبال میکنیم و خوان آن هستیم. ولی متاسفانه تا کنون از طرف هیچ اداره، خصوصا از طرف فدراسیون مرکزی کوهنوردی، برای بچه های تیم دوره های آموزشی ترتیب داده نشده و ما فقط از روی کتاب و کلیپ هایی که از اینترنت دانلود میکنیم تا اندازه به فن و فن کوهنوردی و صخره نوردی آشنایی پیدا میکنیم. بسیار خوب، بسیار تشکر آقای محمد صدیقی جامی، عامل فدراسیون کوهنوردی ولایت هرات، که تا این لحظه با ما همراه بودیم و در خصوص وضعیت ورزش کوهنوردی در ولایت هرات با ما بحث و گفتگو کردیم. سپاس فراوان. تشکر از شما جناب آقای دانش که لطف کردیم چون این مصاحبه را با ما انجام دادیم. تشکر، سلامت باشین. و سپاس فراوان از شما هموطنان گرامی که در لحظه با برنامه ورزش با ما همراه بودین. ای بود داشته های امروز برنامه ما. تا دیدار دوباره و موضوع بعدی، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتان.